سخنان نفرت پراکنانه سیاست مداران غربی علیه مهاجران به ویژه در ایالات متحده و اروپا فضای عمومی را برای نجات پرستی و تعصبات افراطی آماده کرده است این اظهارات که مهاجران را به عنوان تهدیدی برای امنیت و فرهنگ معرفی می کند نه تنها انسجام اجتماعی را تضعیف می کند بلکه موجب افزایش خشونت ها و تفرق افکنی میان گروه های مختلف می شود. به گزارش تحلیلی همکارم در این زمینه توجه فرمایید. سخنان نفرت پراکنانه سیاست غربی علیه مهاجران مانند اظهارات اخیر برخی از رهبران به ویژه در ایالات متحده و اروپا نگرانی های جدی در مورد گسترش تعصبات نژادی و نابرابری ها را به وجود آورده است. این اظهارات که مهاجران را به عنوان تهدیدی برای فرهنگ و امنیت ملی معرفی می کنند، جامعه جهانی را به سمت تفرقه بیشتر سوق داده و فضای عمومی را برای نجات پرستی و افرادگرایی مساعد کرده است. به عنوان مثال سخنان ترامپ مبنی بر اینکه مهاجران جنهای بد را به آمریکا می آورند نمونه ای از این نگرش های مخرب است. این اظهارات نه تنها تعصبات نژادی را تقویت می کند بلکه باعث افزایش خشونت های اجتماعی و ایجاد احساس بیاعتمادی میان گروه های مختلف می شود. سخنان مشابه در اروپا نیز مشاهده می شود جایی که سیاستمداران راستگرا مهاجران را به عنوان عامل تهدید برای هویت ملی و ارزش های فرهنگی معرفی می کنند این نوع ادبیات نفرت پراکنانه از سوی رهبران سیاسی رسانه ها و تحلیلگران به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است استفاده از چنین جملات تفرق افکنانه موجب گسترش ایدئولوژی های نجات پرستانه و حتی خشونت های اجتماعی شده و محیطی ناام را برای اقلیت ها ایجاد کرده است. نسانه ها و کارشناسان بارها هشدار دادند که این نوع سخنان میتواند به نزاهای داخلی و شکافهای عمیق در جوامع منجر شود. جامعه جهانی باید با همبستگی و تقویت ارزش های انسانی در مقابل این جریان های نفرت پراکنانه بیستد تا دنیایی امتر و عادلانه برای همه افراد فارغ از ملیت و قومیت فراهم شود.